در انتهای برنامه نگاهی میکنیم به گزیده‌ای از مطالب طنز و کاریکاتورهای سیاسی در رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی. دوستان عزیز، رژیم کیسه گشادی دوخته بود تا تیم فوتبال تو بازی با ژاپن برنده بشه و رژیم بتونه اینو به حساب خودش بذاره و طبق معمول استفاده تبلیغاتی خودش رو بکنه. اما اینطور نشد. علت این باخت رو از مطلب طنز یه روزنامه حکومتی بشنوید که البته خیلی هم طنز نیست. جهان صنعت با عنوان دو درو دو 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 ژاپن از جمله نوشته تیم ملی ایران به ژاپن باخت. البته عده‌ای معتقدند تیم ملی ایران به ایرانی بودنش باخت، اما من معتقدم تیم ملی به هر دو اینها باخت. سوال این است که چرا ما باید ژاپن را با آن همه علم و فرهنگ و پیشرفت و دموکراسی و سرمایه گذاری در فوتبال پایه ببریم؟ فدراسیون فوتبال درست داریم، لیگ حرفه‌ای داریم، چمن خوب داریم، فوتبال پایه قوی داریم. ما حالا باید به ژاپن ببازیم، چون انصاف نیست که ژاپن با آن سیستم مدیریتی پاک، متخصص، تعهد و حرفه‌ای، با آن همه تویوتا و لکسوس و سونی و پاناسونیک و محصولات درجه یک به ما ببازد. آن کسی که باید ببازد ماییم. خلاصه اگر هنوز ذره عدل و عدالت در این کائنات وجود داشته باشد، آن کسی که باید ببازد ما هستیم، نه ژاپن. آنها برای فوتبال و انسانها ارزش قائلند، ولی ما زنانمان باید در خانه هایشان فوتبال ببینند. پس برد ژاپن نوشه جانشان باد. بله، باید گفت که مگه توی این رژیم جای آبادی باقی مونده که توی فوتبال باقی مونده باشه. بگذاریم، برنامه رو با چند تا تابلوی طنز ادامه دیم. رژیم تو سوریه جنگ طایفه‌ای راه انداخته. اسم این تابلوست که میبینیم رژیم همه رو تو سوریه جون همدیگه انداخته و خودش یه گوشه داره نظاره میکنه. اسم این تابلو هم هست کار نظام آخوندی آتش افروزی تو منطقه است، که البته نشون میده که دیگه داره قوطی کبریت آتش افروزی نظام ته میکشه و خیلی از اونا هم سوختن و خاکستر شد. و این تابلو نشون میده که از تار و پود عمامه و ریش این رژیم پلید چیزی جز تناب دار و نابودی بافته و تنیده نمیشه، اگرچه که هیچ کدوم از اینا باعث نمیشه که گریزی از سرنگونی محتومش داشته باشه. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید تشکر میکنم و امیدوارم که برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.